هما، هما جون هما، یه سوال بپرسم. راستشو میگی؟ آره عزیزم، هر سوالی دوست داری بپرس. از بچگیات هم سوالی مونده بپرس، چون اگه نپرسی میمونه یه قده میشه. بپرس. چی کار داری میکنی؟ این بیساب گیر کن. خب ببین، تو از زندگی متعلی راضی هستی؟ فرض کنم بگم نه، تو ول میکنی؟ جانتو نخواستم فضولی کنم، فقط خواستم بدونم راضی هست، یعنی راضی واقعی ها. آره خیلی خوش میگذره. من اصلا اگه میرسه من اگر خوش میگذره و خیلی زودتر زن میگرفتم. جونتون. یعنی از زندگی مجردی هم بهتره؟ نه گرفتی ما رو؟ خوبه دیگه، اینم خوبه، اونم هست، خوبه. خب کدوم یکی بهتره؟ تو کدومو دوست داری من بگم اون خوبه؟ یعنی تو نمیدونی کدومو دوست دارم؟ چرا، اون که خیلی خوبه، خیلی خوبه. بریم تو بریم. آقا جون همینجاست، پلاک 3. ولی دقت کردین هر جا رفتیم خواستگاری پلاکاش فرد بوده؟ من بعید میدونم خونه باشن. چرا بابا، هستن. هستن؟ بس چرا تمام پرده هاشون کشیده است؟ چه میدونم، لابو زدن دید نداشته باشه. رحمت میگفت داداشاش یکم غیرتی هنو. یکم؟ نگاه کن، سنگربندی کردن خونه را از چش نامرن. ببین پرده دوب زدن، من دیگه این مدلشو ندیده بودم. بی خود نیست دخترشون تا حالا رو دستشون مونده. بیا بریم، به درد نمیخوره پسر. آقا جون بالا غیرتن قرارم چی بود؟ بی خود پای منو وسط نکش، من که سر قرارم هستم. بزن دیگه، وای شده منی نگاه میکنی، زنگو بزن دیگه. دیدی نیستم؟ خب همین الان زدم، بزن صدا برسه بالا. نیستم پسر، اگرم باشن اینجور که اینا پنجره رو آب بندی کردن، یا خفه شدن یا اصلا نفهمیدن صبح شده که بیدار شدن. چیه؟ سلام، ببخشید مایم. فرمایش. مرد بازم کنه زن بگیره. قربان ما اومدیم واسه امر خیر. چجور امر خیری؟ واسه خواستگاری اومدیم. خواستگاری چی؟ اومدیم خواستگاری اسمش مهتاب خانم. بله مهتاب خانم. خیلی خب، حالا اسم ناموس مردم رو تو خیابون جار نزن. بیا بالا ببینم چی میگی. چشم. ببخشید از دیوار بیاییم بالا، در باز نشد. بیزمت میشه در رو بزن. سب کن. یالا سیامک روسری مرد داره میاد. شنید چی گفت؟ نمونه یکی دارو مرد حساب کرد. برو تو. چرا اخ کردی گول؟ سیامک بی ادب. نه ببخشید، این فهمیده که شما اومدین خواستگاری آبجیش، اینه که غیرتی شده پدر سوخته. خدا حفظش کنه. خب ما در خدمتی. میگم که عروس خانم تشریف نمیارم؟ چی بشیم؟ شما بفرمایید، شما بفرمایید. میگم اخبیتون مثل که زیاد حالش خوب نیست، میپره. بله نامردا تو دعوا با چوب گذاشتن تو سرش. آخه قشنگ معلومه. اون وقت کجا؟ تو دعوا ناموسی بوده. بگذاریم، میفرمایید. خب میگم برای ما چایی نمیخوام بیارن عروس خانوم؟ بشین بابا. شما هم لطف کن اسم نبر. سیامک چایی. ببخشید شما تو خونتون چند تا اسم سیامک دارین؟ ما بدونیم. بس میگه اینم چون گفت قدیما رسم بود هر وقت میخواستن جلو نامحرم اسم زنشونو بیارن، اسم پسر بزرگشونو میآوردن. حالا تو از خودت بگو. راستیتش من خدمت شما عرض شود که ایشون یکی یه دونه است. یکی یه دونه خاله دیوونه. زهر مار بچه. بله خدمت شما عرض شود که مادر ایشون سر زار رفت. نرفت. مادر خودم مشکلی نیست. بشین. از اون موقع به بعد بنده هم پدرش شدم هم چیزش شدم. بشین بابا، چیز خودشونو میگن. بفرمایید شما. ما پیشم که گرفت یه روز بیکار نبود، یعنی کلی خرج کرد،
فوقش دیپلم گرفت. نه فوق دیپلم بله، یعنی مدرک نقشه برداری گرفت. الان تو شرکت مترو دارن سوراخ میکنن. خب آقا ولی کی ما رو به شما معرفی کرد؟ در واقع یعنی سیامک شما رو توی مهمونی مهمونی کاملا زنونه بود ولی من حاج خانم بوده. اصلا ما یه بچه مل داریم آقا رحمت. نه خودش نه مادرش تو دیده سیامکان شما رو، بعد خیلی هم تعریف کرد البته از نجابت و خانومیش. این شد که من چیز شدیم بیایم ببینیم تون شما. من نفسم بالا نمیاد دیگه. اگه نمیدونم چی عرض کنم. ببین تو خانواده ما رسمه که عروس با لباس بخت میفرستن خونه شوهر، با کفن میکشن بیرون. حالا اگه خوب فکرات کردی بریم سراغ مهریه. چیزی ما هنوز ببین تتپته نکن، یه سر قضیه تویی، مثل مرد حرفتو بزن. میخوام ولی نترس، بگینو بگو. ببینید من نمیدونم چجوری باید بگم، ولی این چیز شما رو من تا حالا ندیدم، حتی عکسشو. اگر میشه یه گوشه مثلا یه جایی پشت درهای بازت تا با هم صحبت کنیم با این سیامک خانشو. این سیامک نه ها، سیامک اصلی رو میگم. منظورش مهتاب خانومه. چی؟ آقا من اصلا مریضم، ببخش. بی غیرت ها نشستین؟ ولش کن! پاشو! خوشم ازت میاد که از رو نمیری. هفته یه بار پول بی زبونه بده، گل شیرینی بخر، چوسان فسان بکن، ما رو ببر این بر اون بر، سنگ رو یک بار. یه جور حرف میزنه انگار این جای ما کتک خورد. ولی چی شد؟ چی شد؟ خواستگاریت دیگه؟ خواستگاری نبودیم که، از بیمارستان داریم میایم. فامیلمون مریض بود، فوت کرده. اینجوری که بوش میاد تو چرخ گوش اومدی بیرون. نشد نه؟ اصلا به توش کی به تو گفت من رفتم خواستگاری؟ برو بابا، برو خیلی پپی، برو. جمع کن برو کفتراتو دون بده بابا. میدونی خواستگار اومده بود واسه یه آبجی رحمتینا؟ نه. بعد بیارم پیچون نه. چی میگی بابا؟ بیشتر خواستگاری شبیه بله برون بود، یه چیزی توی این مایه ها بود. بیام بالا. بیا بالا. سفرت رو زود پن کن عزت جان، شام تو علم کن عزت جان، عزت جان جانم، عزت جان جانم جون. عجب چیزی شده، خونساز خونساز. ولی پسر بیا، بیا شام حاضره، بیا با تو هم. ولی بیا شام حاضره. نمیخورم، اشتها ندارم، میخوام برم بخوابم. باز چی شد؟ دوباره ما رفتیم خواستگاری نشد، اتصاب غذا رو شروع کردی؟ حالا به من چه حق تقمه تو واسه من میاری؟ من که هر کاری از دستم برمیومد کردم. بله هر کاری کردی، ولی برای شوهر دادن آبجی رحمت، نه برای من. فقری شوهر کرد؟ شما خبر نداشتی؟ نه جونو تو، خبر نداشتم. خب خدا رو شکر، خدا رو صد هزار برتر شکر. بله حقم داری خوشحال باشی، بالاخره نقشت گرفتی که نه؟ نخیر، برای این خوشحالم که از بالا تا دروازه شهرون، از پایین تا چراغ بر، از این بر تا دورای قپون، از اون بر تا تیمچه سمسارا، دیگه هیچ دختری نبود که نرفته بودیم خواستگاریش. چرا؟ الا ننه قبل شل زرپس که البته باید میدونه الان در قید حیات باشه. آقا جون من اصلا تا آخر عمرم دیگه زن نمیگیرم. خوب شده؟ آره جون عمه اشرتت، اگه تو این فردا چادر چاقچور میکنی میری یه جای دیگه. آقای خواستگاریان همایون. جونم جونم جانم، پیدا کردم سوراخو. بازم چش دوشن، خدا رو شکر. دیدی آقا بعد جوینده یابنده است؟ زمینش حیثه، دشتی بعد از یه لوله آبی چیزی باشه. خیلی خب، تا اونجا که میتونی برو جلو. به تو میگم نشتی شرکت آب و فاصله، با خب به ما چه ربطی داره؟
خب عزیزه من میخوای بیا اینجا چیکار؟ اینجا هیچ خبر نیست، حداقل برو اون جلو ببین به چی میرسی. برو داخل. به چی میخوام برسم تو این سوراخ؟ اون دیگه بستگی به شانست داره. اگه بدشانس باشی میخوری به چای فاضلاب، اگه خوششانس باشی میخوری به اون چیزی که یوم دنبالش بودی. چی دلت میخواست؟ گنج؟ بابا تو هم آخرت رو میخوای هم دنیا رو؟ تو در دقیقه پیش دن میخواستی الان گنج میخوای؟ زن و شوهر باید قبل از ازدواج تمام خصوصیت همدیگر رو بشناسن، مخصوصا عادتها و روحیات بد همدیگر رو. آفرین، بنویسینو. بالاخره یه نفر اون چیزی که من دلم میخواست و گفت. شناسوندن خود واقعی به یک دیگر، این مهمترین مطلبیه که شماها باید تو این جلسات مشاوره قبل از ازدواج به مراجعینتون که مبتلا به بیماری عشق و عاشقیت بگید. حالا چه تو عقد، چه نامزدی، چه آشنایی، چه صیغه. زهر ما استاد، ولی یه چیزی هست که از همه اینا مهمتره. و اون چیه؟ به مجردین بگین دستاشونو بگیرن بالا، حتما متوجه میشه. مجردا دستاشونو ببرن بالا. بله، بندازیم پایین. مشکل شد دوتا. البته موضوع بعدی هم نیست. من فکر میکنم بهتره که من 10 نمره از امتحانات پایان ترمو اختصاص بدم به تحقیقات میدانی و غیر میدانی این مطلب که چرا با توجه به ازدیاد جمعیت آمار ازدواج انقدر پایینه. استاد این که تحقیق لازم نداره، جوابش خیلی راحته، شوهر کمه. ناخه کم شرف زده. آقا جن که ندیدیم اینجوری میکنی. هی آقا تو کی هستی؟ من ولی قرچولی هستم، از این سوراخ مترو اومدم بیرون. اتفاقا استاد مجردم هستیم. بفرما کی میگه کمه؟ از زیر زمین اومد بیرون. نخوان ما کلن هنه سر کاریم، بباره یه جور دیگه خوبیم. اجالتا یکی بره بچه های حراست رو خبر کنه بیان اینو بگیرن تا شاید بعدی از آسمون بیافته پایین. ببخشید خانم، من یه حال داشتم. بعد از اینکه مشکل حراست هر شد، من میتونم یه دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ در مورد انتخاب همسر. سلام آقا جون. علیکم سلام. اومدی؟ نه تو رو هم سید خندر پنی نمیرسم. مزه نریز. ماشین لباس شویی میخوام روشنش کنم. رخت چرک نداری؟ چرا اون دوتا شلوارم اونجا بود؟ اونا رو انداختم. اینایی که تو تنیتو چی؟ شستنی میخواد؟ اینا؟ خب اگه جایی نمیری اینا هم در بیار که من ماشین رو پرش کنم دیگه. آقا زحمت میشه آقا جون. زحمت نمیشه. بگیر اینو تا بهت بگم. در جاشو دست نذاری، همه چی تنظیمه. فقط اون شیلنگو میندازی تو چای عمون که همینجا به نجاست نکشه. ها اون وقت شما داری میشوری؟ یه دکمه دیگه. انگار میخواد شاخ گولو بشکنه. نه اینا رو بگو من بفهمم لاغر. باز کن بابا. باز کن دیگه. چتونه؟ طلبکارین از مردم؟ 10 نمره امتحانیش این توه. نمیشد حداقل یه جای با کلاس تر پیدا میکنید واسه تحقیق میدانی؟ بله. سلام. سلام. بفرمایید. خوب هستین؟ ما دانشجوهای همون دانشگاهی هستیم که بله بله دقیقاً یادمه. همون هستین که چه شوهر یعنی خواستگار نداشتین دیگه. ما اومدیم بله بله برای حل مشکل من. خانم دکتر فرمودن دیگه همون استادتون. نه خیر، ما برای تحقیق محلی. نه من خب هنوز نظرمو چیزی نگفتم. آقای قرچوله. قرچوله. همون. میشه لطفاً چند لحظه تشریف بیارید بیرون با هم صحبت کنیم؟ والا نه نمیشه. پس میشه ما بیایم داخل با هم صحبت؟ نه نه اون که اصلا نمیشه. بچه ها بیان قید این ده رو بزنیم. یه دست شما باسی الان من میام. ببخشی یه الان میام. نرینا. اوی ولی چیه؟ هر حرفی دارن همینجا تو حیات میزنن. اینا اومدن برای پایان نامه هاش رو من کمک بگیرن. بعدش هم به تو چه ربط داره رسی توقی؟ ربطش اینه تو این محل خانواده زندگی میکنه پر رو. تا این که فهمیدیم بابا تو کار کرای، مادر کلا بردار، دادای سارق، خودش هم کیف قابل، این کیف زنون کوچولو میزن. بله خلاصه تا این خواستگاری آخریه که برادرهای عروس اصرار داشتن ما ندید زن بگیریم. آقا این شد که من و بابام هم دوممونو گذاشتیم رو کولمونو قرار برقرار ترجیح دادیم و رفتیم. دقیقا این آخریش بود. ببخش خانم الان چند تا شد؟ 43 تا دقیقا. 43 تا خیلی بیشتر بود بابا.
ماجرای اون بازیگر خارجی هم که عاشق شده بودی رو بگو. آخه نیکار ببخش، مگه من خواستگاری اون رفتم؟ چرت و پرت میگی چلا اینا. پدرتون نمیاد؟ چرا چرا، تا چای بیارم اونم الان میاد. ولی یه لیوان چایی هم واسه من بیا. قلیون نمیخوای؟ عزیزم برو خونه تو بخور دیگه. آقا فکر کن اصلا وسط نیمه است، بری آبی بخورین، دستشویی برین، پدرم اومد میام خبرتون میکنم. بفرمایین. بیا زندگی ما رو ببین. آقای قرچوله. قرچوله؟ قرش از کجا میرین شما؟ ببخشید میشه لطف کنید گوشی تلفنم با خودتون بیارید، من یه تماس با منزلمون بگیرم. بله فقط تلفن ما بی سیمی نیست ها، توه. نه ممنون. نه بیا اشکال نداره، سیمش بلنده، من میکشم تا اینجا میدم دستتون راحت صحبت کنید. زحمت میشه. نه چه زحمت، بیا ببخشید. این چیه؟ چه با نمکه، گلخونه است. نری سرک بکشی یا زشته. چه ایرادی داره؟ شاید یه قسمت شد گلخونه منزل آیند نشون. چه جالبی. اینجا؟ چی بگی؟ نکن نکن بگه نری سلام. شما کی هستین؟ تو خونم سلام. شما اینجا چی کار میکنید؟ تو خونه من چه غلطی میکنید؟ ما با پسرتون قرار داشتیم. قرار؟ این تو؟ ولی بیا بیرون قایم نشدنه میبینمت. بیا بیرون. نه این تو نیست. کجاست پس؟ رفتن تو. با کی؟ با غزال. برو بیرون بینم. یا برو گم شو بیرون. اگه شما کار برادر نداری برو بیرون از خونه من. بل... تو دیگه چی هستی؟ بیا برو گم شو. ولی خانم آقا جان، چانه زهر مار آقا جون، اینا تو خونه من چه غلطی میکنن؟ بابا من تو در همسایه آبرو دارم. بابا آقا جون اینا منتظر بودن شما رو ببینن. و چرا تعارف نمیزنی بیان بالا؟ بپرین بالا بودو برو یکی نیزی بیان بپرین نه مزرم. ببخشید نه میخوام بپرسم استاد ناظری امروز ببخشید نظری. بیا اینا خودش اومد دیگه اینجا. جانم سلام. اینا رفتنی سلام میدم اومده خود. جانم من در خدمتم. مشکل شما برای ازدواج فقط یک نفره. کی؟ پدرت. نه شوخی میکنی؟ مگه من با تو شوخی دارم؟ منم ندارم. تو همه دارایی پدرتی. نه بابا من سر خرت پرت آتشخال دیگه. حرف نزن فقط گوش کن. پدرت ناخواسته همه زندگیشو صرف کندن یه چاهی کرده که حالا فکر میکنه اگر تو ازدواج کنی و بری تو این چاهی که کنده تنها میمونه. نه یعنی منظورم این که نه من هیچ وقت پدرمو تنها نمیذارم. خب چجوری؟ پدرت باید ازدواج کنه. برو از خونه من دیرون. آقا جون جرأت داری وایسا مردی که بی غیرت؟ من برای خودت دارم میگم. این کشمه وایسا دیگه حق نداری پاتو بذاری توی خونه پسری شیری مغز صفی. بدمون کن بابا. آقا عزت من چقدر گفته حواست بهش باشه؟ چی شد؟ بالاخره گند و بالا آورد؟ تو یکی دیگه خفه شو. کیه؟ آقا جون منم. قفل در رو چرا عوض کردی؟ خونمه، اختیارشو دارم. آدم خائنم توش را نمیدم. یعنی چی آقا جون؟ پس من چیکار کنم؟ هیچی، برو زن بگیر. منتها رفتی خواستگاری بگو بابا من با ننم سر زار رفت. الان به دامادای بی پدر مادر راحت تر زن میدن.
چشم میگم. فعلا شما بیا در واکو من لباسا بردارم برم. بیا برو بردار. نکنه میخوای تو پای چپ بخوابی. بفرما. برو بردار. نزن یا. نخه. میخوام برم خونه عمه جونم. عمه اشرت. نری خواهر فولاد زره من بیاری بندازی به جون من. گفته باشم. کیه؟ خب چی؟ به 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 آبجی حالت چطوره چه؟ بده من کیفتو دستتو بکش. تو اصلا از همون بچگیت هم دقل و دروگو چه سفید بودی. من تو رو میشناسم. آفرین. زهر مار تو بر چی میخندی؟ برو جلو پلاستو جمع دیگه. شما قاطمگاه ما همه قاطمگاه ما. آبجی گول این پسر مارمولک رو نخوری یا پسر بیایه اومده میدونی به من چی میگه؟ چی میگه؟ حرف بزن. چرا حرفتو میخوری؟ بگو دیگه. دیگه چی میخواستی بگه؟ اومده به من یه سر بگی که بیا برو زن بگیر. خب اونم مغزش مثل تو کوچیکه دیگه به تو میگه بیا برو زن بگیر. منم همینو دارم میگم آبجی. آخه کدوم دختری بیاد زری یه بیبه پسر بشه؟ اونم تا یه کره خر امراش بشه. پررو. پررو دیگه. من تو رو دارم میگم. من اونو دارم میگم. من تو رو دارم میگم که تو این سن سال تازه میخوای دخترم بری بگیری. فهمیدی؟ من دارم ببینم آبجی. مگه من چمه؟ هیچ خودتو تو آینه دیدی؟ آره صبح دیدم خوب بود رنگ رو. خیلی رو داری. من خودم براش عروسی میگیرم، کارت عروسی رو برات میفرستم. تو هم به فکر تنهایی خودت باش. آخه من چیکار کنم آبجی؟ چمچاره در رو رنگ کن. 5 سال من دارم میام تو این خونه میرم هنوز این در حیات ضد زنگ روشه. بابا من در رو نمیگم که. من میگم همین الان خودت به من گفتی هیچکی بهم نمیاد. من گفتم دختر به تو نمیاد پرتوقع. تو باید یه کسی رو انتخاب کنی که همسن و سال خودت باشه. از کجا آخه؟ چه میدونم از سرای سالمندان شروع کن. نه از بیشترها شروع میکنم. ولی من بعید میدونم اون مرده ها هم بتونن با این اخلاق گند تو کنار بیان. راستی این درکش اون در پنجره ها همونجور ضد زنگ ها دیدی؟ تو همونقدر آتش بیاره مرکه نشو دیگه. پس بریم خونه خودت کثیف نکن. پررو خودتی پررو. ای با شما یلا. بله پررو دیگه. منو میگفتی؟ بریم همه بیا جفتتون پرروی. هنوز باره نشدابتیش آقلا. تو اصلا بچگی خیلی بودی. بابا منم عزت عزت قرچوله بچه دروازه دولا دو محل میگفتن عزت ززه. حالا چه لفت دیاره؟ چطوری خوبی؟ مخلصی بابا مخلصی. شمارت از حمید بوش گرفتم. آره خب چه خبر؟ خوبی؟ بابا چطوره؟ ای بابا مرد؟ خدا رحمتش کنه. ننه چطور؟ ننه هست؟ اونم مرد؟ داداش بزرگی چی؟ اونم مرد؟ ای بابا شما که نسلتو منقرض شده. چند تا بچه داری؟ خب ماشاءالله ماشاءالله همچی منقرض هم نشده. خب از فامیلا چه خبر؟ راستی یه دختر دایی داشتی شاغلا؟ آره که من خواستگاریش بودم اشرف. آره اون چه؟ ای بابا چرا برد؟ خدا بیه موزه سهلی نداشتی که یه دارم بشی. شاید راست میگفته فسیل شدیم رفعه کارش. بیخیال بابا همین که نمونیم خدا رو صد ازا مرتبه شد زن گرفتن طلب من. این آخد عمل اگه میکردم. آقا ولی زور شد بابا پاشو با تو هم. مگه ساعت چند همه؟ 6 صبح. مرد حسابی مگه تو کار زندگی نداری؟ شب کارم با بذار بخوابیم. کل دیشبه که شوهر مرحومت نذاش بخوابیم حالا خود گیر دادی؟ اومد بخوابید؟ آره با مصیبت اومد. پس بالاخره پیدا شد. ببینم به این بی‌معرفت نگفتی؟ این همه سال مردی نه بعد یه شب به خواب زنت بیای دو کلون با زنت صحبت بکنی؟ ازش نپرسیدی؟ اصلا مجال نداد من حرف بزنم. ببینم از من چی میگفت؟ ساده یا هیچ.
پاشو تو زخم بستر نگرفتی برو سر کارت. پاشو دیگه. خب پاشو دیگه. ای بابا زخم بستر بگیریم بهتر که بزنی ضربه مغزی بشی. از اون پاشدم خب چیکار کنم؟ ده برای همین یالغوز موندی. میگیری تا سالات زور میکپی که نمیتونی بری یه دختر دم بخ برای خودت پیدا کنی. خب مگه میدون تروارا که تا زور میوا تموم بشه؟ بله خوباش تموم میشه. اینجوری شده؟ من خودم تو این هفته برات زن میگیرم. به شرط اینکه چشاتو باز بکنی، توکل کنی به خدا. توکل به خودت. بفرما. اینم چشمان کاملا باز عم کوبریک. دختر طلبمون. مگس پر نمیزنه. لاغل یه کبوتری، کلاغی عبوری میذاشتی، محض خالی نبودن عریضه میگم. دست درد نکنه. چه زود ردیف شد. گرفتی ما رو نه؟ نشستی اون بالا چپ راست ما رو زایه میکنی به ریشمون میخندی. حال کن. اصلا یه پیشنهاد دارم. میخوای بیشتر حال کنی؟ یه دونه این شهرسنگ بزرگا هست سرعتیاش رد میشه. بفرست بیاد بزنه ما رو قشنگ سر. حالا شما خوبه؟ آره من خوبم. برو ببین اون بدبخت چی شد. کدوم بدبخت؟ زیر ماشینه زدم بهش. کشتمش. نه با منم. چی داری میگی تو؟ بابا جون میگم اونی که کشتیش من بودم. یعنی نه کشتیش من خوبم نه ترس. دیدی؟ حسن ماشینه شاستی بلا همینه دیگه راحت. زدم به تو؟ خواهش منم قابلی نداشت. یعنی چیزی نشد نترسید. ولی شما خانم هم عادت کردید. این گوشی موبایلی که میذارید رو گوشتون اصلا حواستون نیست دیگه کجا هستید کجا میخواید بری. قلبم وایساد. آخه میخوایم برم تو بیمارستان؟ نه تو خوبی؟ من خوبم شما خوبی؟ من نمیفهمم تو وسط خیابون چیکار میکردی؟ حکایتش طولانیه. داشتم دنبال زن میگشتم. ما خانم خبری نی مگس نمیبره. چه خوششانس باشی نیم ساعت هم واسه شاید یه پیرزن عبوری به پستت بخور. والله هیچ بودم دیگه. چیکار میخوای بکنی؟ خودت رو میندازی جلوی ماشین مردم که تلکهشون کنی؟ جرأت داری وایسا؟ باز کن درو. با تو میگم درو باز کن. باز نمیکنم. میخوای بزنی؟ نمیای پایین؟ نه نمیای پایین؟ الان زنگ میزنم به پلیس. آره زنگ بزن خانم.
بگو یه بدبختی رو با سرعت 100 تا با ماشین زیر کردن نمرده، الان بیشو رو میخوام با قفل مرمون بکشن، هم کاری نمیکنه. 110 بگی. خیلی خوب باشه، بیا پایین، کاری ندارم. خب دروغ، اول شما یه ذره برو بتر. بفرما. با توی وقت قبه این نبری ها؟ خب اونجا که به میرسی خانم، شما برو بر. خوبه؟ بیا پایین دیگه. راضی که نیستم، ولی دیگه مجبورم پیادشم دیگه. دوزه ترسو داخل. خانم اگه دوز بودم که ماشین تو میدازیدم بی تربیته. گم شو. افک زن بودی؟ عین دیوونه ها، داد میزدم و دنبالش میکردم. آره. نه دیگه بابا، بس که اعصاب من اینا به هم ریختن به خدا. آره الان هیچی، با اجاره دفتر باتمانی هم. آره همین وکیل خانوادگیمون دیگه. نه بابا اینقدر فس کردم که کشید به روزای آخر. نمیدونم والا چی دیگه، بس میشینم همینجا. خب چاره دیگه ای ندارم. باشه باشه، برو به زنگ میزنم. باشه باشه، خدافظ خدافظ. الو. بله آقا، من چه میدونم موبایل شما تو ماشین من چیکار میکنه؟ مال من هست یا نه این ارسا؟ ما ترک دخترم، یعنی هر آنچه که مرحوم هنگام فوت برای وراس ام از ذکور و اوناس باقی میذاره. حالا این میتونه اموال منقول باشه یا غیر منقول، مثل ابنیه اشیا. جون هر کی که دوست دارین یه جمله به من بگین، این اموال منقول و شنقول به من میرسه یا نمیرسه؟ خب بله مال شماست، کی از شما بهتر؟ خب پس چرا نمیدینش به من؟ آره سوال درسته، ماشاءالله در خوب اومدی. از اون کشو اولی یه پرونده مال این پری خانم وردار بده به من. نه نه، بذارید من الان خودم پرونده رو. ببخشید شما راحت بسید، من تا حالا 300 دفعه این پرونده رو. بفرمایید، این پرونده ای منه. الان وصیت‌نامه رو براتون. اینم وصیت‌نامه پدر منه که متاسفانه شرط کردن که اگر بنده تا سن 30 سالگی ازدواج کردم که نکردم این چیزا مترک همون به من برسه. که میرسه، خدا اون نازنین پدرتو بیامرزه. منتها مشروط بر این که خواستگاران شما به تایید یک هیئت 3 نفره متشکل از بنده، مادر و عمه خانومتون برسه، که معمولا نمیرسه. بالاخره وصیت پدر خدا بیامرزتونه که مورد وسوع و اطمینان بنده بود. خدا بیامرز تا آخر عمرش اطمینان داشت بنده تنها کسی هستم که به وصیت ایشون عمل میکنم. بله بله، سر کارم دیگه. متوجه نمیشم. بذارید دونه به دونه با هم مرورش کنیم. به نظر شما من باید این ما ترک؟ ای بابا آقا شما بفرمایید. میل ندارم. بفرمایید بیرون، من یه مسئله شخصی دارم میخوام حلش کنم. بفرمایید شما. یعنی طبق وصیت پدر من این ماترکجات کامل باید به بنده برسه؟ به شرط اینکه تا قبل از 30 سالگی ازدواج کنی. خب دیگه نکته همینجاست که هیچ جوونی پیدا نمیشه که شما 3 نفر اونو تاییدش بکنین. این یعنی سر کارم بنده، متوجه شدین؟ یعنی کشک، یعنی پری خانوم خاک بر سر الاغت بکنن که نمیفهمی. آخه دختر دور از اون، چرا این حرفو میزنی؟ چرا شد دیگه شما باید جواب بدین؟ چون من دو تا خواستگار داشتم. که اولی به طمع همین ماترک اومده بود و براش دندون تیز کرده بود. دومیش که اصلا از ماجرای ماترک خبری نداشت. با صد رحمت به اون اولی، دومی هم میدونست هم کتمون میکرد. از همه مهمتر او آدمی که من دیدم اهل تشکیل خانواده و زندگی طولانی مدت نبودا. ببخشیدا، شما چجوری به این کشف مهم رسیدین؟ آها، شما یه نگاه به این گلگیر من بنداز، اینا رو ما تو آسیا سفید نکردیم. الان برای من یه سوال پیش اومده، اونم اینه که اصلا یه همچین جوونی که مورد تایید این هیئت 3 نفره باشه تو کهکشان راه شیری وجود داره؟ چرا وجود نداره؟ الحمدلله چیزی که زیاده جوون خوب و سر براست. کافیه شما چشماتو وا کنی همین. خوبه، اینم یه راهشه. بفرمایید. چشم
خب به نظر شما این آقا خوبه؟ کی؟ از این فاصله بد به نظر نمیاد. خبریه؟ صاحب خبر باشی؟ جدی؟ شوخی داری مگه؟ ببین منو، ای شیطون، بارکلا درست مثل وکلای زبردست، یعنی اول زمینه رو آماده میکنن، یهو ضربه نهایی رو میزنن، بهشو گوید بالا. عمو باطمانی من راجب ماترک که چیز نمیدونه. اون بدبخ اصلا روحش هم از ماجرا خبر نداره. من نکن، یه ما بیشتر وقت نداری دختر، بگو بیاد بالا. خیلی خانوم، یه آقای اومده با شما کار داره. چطوره؟ بد نیست، مبارکه. بفرما، هیئت نظارش رو 4 نفر. بگو بیاد تو. آقای باطمانی، اون اصلا شما اجازه بده خودش راجع به خودش صحبت میکنه. من که الان گفتم که سلام. علیک سلام، شادوماد گل، خیلی خوش اومدی. بفرما بشین. ممنون، مزاحم نمیشم. من فقط اومدم موبایلمو بگیرم. موبایلت مگه دست ایشونه؟ بله، اجازه میدین؟ به به، خوش آمد. همون اول همه چی رو وا دادی. چند وقت داری بنده خدا رو شک میکنی؟ میذارید من حرف بزنم؟ نه خیر، شما دیگه حرفاتو زدی. از این به بعد دیگه مجلس مردونه هستش. بابا جان اسمت چیه؟ ولی قرچوله. راستش موبایل من. آقا جون، موبایل شما تو ماشین منه. شما تشریف بیارید، من موبایلتون رو تقدیم میکنم. اجازه میدین؟ آره بابا جان، موبایلشو بهش بده، ولی این راش نیستا. تو هم موبایلتو گرفتی، بیا بالا کارت دارم. چشم. بفرمایید. خانم مقدمه. تو زن داری؟ نداشته باشم موبایلمو نمیدی؟ داری یا نداری؟ بله دارم. دروغ چرا خانم، ندارم، ولی قصد ازدواج هم ندارم. و نه تو رو خدا، بیا بگی پرو. شما رو؟ من یه جونم سیر شدم، میام میزنم تو سرتا. یعنی چی میزنم؟ خانم شما چرا همه تو مشکوکین ها؟ بابا اون موبایل ما رو بدیم، ما بریم دیگه جون مادره. حالا بیا بشی تو ماشین. این که رئیس انجمن قاطی هاست خودش. هر از خودت هم باشه. نه اتفاقا از خودم هم نیست. خانم اون موبایل ما رو بده بریم پی کارمون. نه خواهش میکنم، کمکم کن. خانم من اگه بخوامم نمیتونم. قول میدم 10 دقیقه نکشیده گندش بالا میاد. آخه چرا؟ چون من خودم رو خوب میشناسم. همین که دروغ بگم خدا فوری میزنه تو سرم گیر میفتم. بازم خوبه خدا تهش آدمو ضایع نمیکنه. ولی بابام بگو. خب این که اسمش دروغ گفتن نیست، بازی کردنه. بابا خانم موبایل ما رو بده بریم پی بدبختی اون، ما رو هم گرفتار نکن. ده چه گرفتاری؟ اونی که داره سفارش کار میده منم، پس اگه قرار باشه کسی تهش گرفتار بشه من گرفتار میشم نه تو. دست شما درد نکنه. پس یعنی کمکم نمیکنی؟ گفتم اگه بخوامم نمیتونم. خب 1,000,000 بهت میدم. خانم میگم نمیتونم، شما میگی 1,000,000 میدم. اصلا من کسی صحبت پول کرد، صحبت پول نیست. ببخشید. را داره 5,000,000ش کنی؟ چیه؟ برای همین دروغا فردا ما رو میگیرن با لگد میزنن میندازن جهنم. گفتم لاقل تو این دنیا پراید بگیریم دیگه. منظورم اینه خسارت دنیا و آخره نشیم. نه خیر، شما هم برو به فکر آخرتت باش. چهار چی؟ بله. آقا بالا کارت داره. چی کار داره؟ میگه درست نیست تا نامحرم 20 دقیقه تو ماشین با هم بشینن. بفرمایید بالا. خسته شدم پشت پنجره. من که الان بیرونم. باشه شما بفرمایید، من خدمت میرسم. بفرمایید دیگه. چیکار کنم؟ برم یا برم؟ نه خیر، شما تشریف ببرین یه جای دیگه وایسین سر گردنه. اصلا خوب که فکر میکنم میبینم تصور این که تو خواستگارم باشی عذابه. یه ماه مثل برق باد میگذره. اصلا 3.5 بده خیرش ببینی. تازه از کجا معلوم امتحانه بالا من قبول شم؟ 2-3 سرکارم باید برم. 2.5 برو ببینم چی کار میکنی. حالا یه تومن بالا پایینش رو باید صحبت میکنی. هنسفری داری؟ برای چی؟ بس آقای بادمانی کوشش گلاب بروتون.
بس خوب شد صحبت های من پری خانم زود تموم شد، وگرنه سنگ کلیه میگرفت. نه تشریف داشته باشین، الان میام. چشم، بس مزاحم شما نباشیم. دروغ میگی مشتری که مورد نظر در دسترس نیست. اینا این پایین. الو، اینا کی بودن؟ اعضای هیئت جوری، مامانم و عمم. واه، یعنی چی؟ اینا چه جوری خبردار شدن؟ چه میدونم بابا، این باتمانی بهشون گزارش داده. ببین رو من حساب نکن. باشه، من نیستم ها. یعنی چی من نیستم؟ نمیخوام بخورنت که. چند تا سوال ازت پرسن تا هم جوابشون رو بده دیگه. خانم خب من نمیدونم چی باید بهشون بگم. هر چی پرسیدن جوابشون رو راست بگو. نمیخواد دروغ بهشون بگی که همه سوالا راجع به خودته. الا موقعی که از ارث و میراث پرسیدن، اون موقع منکرش میشی. اصلا روحت هم خبر نداره. فهمیدی؟ خانم بی خیال من، شما نمیتونم. میفهمی؟ آقای محترم الان دیگه خیلی دیره ها. بشین سر جات. نمیشم. دارم میام پایین. 3 میلیون میدم، بشین. خانم عجب غلطی کردیم ها. بابا اصلا 10 میلیون که 100 میلیون بدی، من پول نمیخوام. میفهمی شما؟ قفل فرمون که یادت نرفته. بیای پایین، قلم پاتو میشکونم. فهمیدی؟ آروم بشین اونجا، حرفم نزن. کاری نداره که این آقاها متین با وقار. خب قضیه همینه، این آقاها نمیتونم بشین. آزادم پس. چی شد؟ آمان. سلام. سلام کردنه، بگو سلام عرض میکنم. حالتون چطوره؟ با لبخند عرض میکنم. حالتون خوبه؟ عمه خانوم هستن، ایشون هم مادر پری خانوم هستن. این هم آقای چه اسمه چی بود؟ بگو اسم تو دیگه. ولی غرشوله جونت درات. درات چی درات؟ جونم جانم میگم بفرمایین بشینی. ولی بفرمایین خوش من. ولی جان چرا ایستادی؟ بگی بشین دیگه. بشین. چشم. ببین آقای چرقوله، قرشوله فکر کنم، حالا هرچی، صاف میرم سر اصل مطلب. من از شما یه سوال میکنم، شما رو کپوس کنده جواب منو میدی. حالا شما هم یه خود حوصله کنیم، اجازه بدیم. اید آقا، شما در مورد ارث و میراث پری چیزی میدونین؟ نه بگو هیچ نمیدونم. بگو رو همه از ماجرا خبر نداره. اصلا خودتو بزن بگو. چلی چپ بگو دیگه. بردی؟ بگو نه. بله میدونم. بمیر انشالله. عموم چیه بابا؟ باز قاطی کردی چرا تو؟ بسه ببینم پوستتو میکردم دست با چلفتی چلمنگ. اتفاقا اونم از دست با چلفتی بودنم خوششون اومد. چی؟ اونا اومدن. میتونی از خودشون بپرسی. چیز نگی، من ولی رو دکش کنم. سلام علی جان. سلام علیکم. ولی یه دقیقه بشین تو ماشین. چشم. اومدم. بفرمایید. تو شناسنامه همراهت پری؟ چی؟ منو ببین، بنا شد تا تحقیقات کامل بشه یه صیغه محرمیتی بین شما بخونیم. صبر کنیم ببینم. من وقت نداریم پری جون. محضر رو تا 2 ساعت دیگه میبندم. بگو شناسنامت کجاست؟ شناسنامم تو خونه، تو کیف اسناد. خیلی خوب، من و عمه میریم خونه شناسنامه تو رو بیاریم. تو هم با این ولی بریم دنبال شناسنامه این. باشه؟ به جم دختر چرا ایستادی من نگاه میکنی؟ 29 روز بیشتر وقت نداری یا؟ چی شد؟ قبول شد؟ مرحله اول و بله. یعنی به نظر شما خوب اومد؟ به نظرم جوون معقولیه. شما از چیش خوشتون اومد؟ بیشتر صداقتش جلب توجه کرد. یعنی هم اولش رو کراس گفت ماجرای ماترک رو میدونه. اون خواستگارای قبلی هم میدونستن، هم با تظاهر به جل تکذیبش میکردن. بریم پسر خوبیه. پنیر رو بردیم، دخترشون رو بردیم. نون و پنیر ارزونشون، پسر نمیدیم بهشون. بس نکبت. بشو بیا.
نگاهشو ببین. خوشگله، قشنگ عین سیب سرخ. تازه 2010 هم هست، ماشین مادرشون هرگی. من به ماشین چی کار دارم؟ من دختره رو دارم میگم. من بابا رو میگم. همه بابا رو چی کار کنیم؟ تا عشرتو داری از عزت نترس. چی؟ آه جون خودش، همین یه شبه. ببین آبجی، نمیخواد ما رو زن کنی. اگه پشیمون شده، این بابا چرا داد میزنی آبجی؟ آخه این جلنگان 10 ساله داره تلاش میکنه نشده، چجوری یهو یه شبه؟ آبجی بلنگو گرد دادی، با پرده گوشم پاره شد. خب میگه من چیکار کنم؟ تو اصلا بچگی اخلاقت گند بوده. آه گوش میکنی یا نه؟ میگم اون لباس پلو خوری خوشگلتو میپوشی؟ شناسنامه خودتو پسرتم بر میداری؟ من تا نیم ساعت دیگه در خونه شما ما؟ حواست کجاست؟ تو رو ربو گلابی گیره بردن این وسط. میخوام بگن زن هست اما باباش نمیذاره. دارن بازی میکنن. بازی میکنیم آقا؟ چرا بازی نکنیم؟ خوبم بازی میکنیم. بریم ببینیم چی تشیا میزنه. اون موقع من میمونم و تو ولی خواستگار. باشه بریم ببینیم چی میباره، بریم ببینیم چی کم میاره. منتها بازی اشکنک داریم، سرشکر سنک داره. یه وقت آبرون نمیده. سلام آقا جون، اومده ایم. بخ بخ بخ، سلام آبجی، حالت چطوره؟ مبارک انشالله، مبارک. چقدر خوشگله. چی خوشگله؟ تو هنوز ندیده میگی خوشگله؟ خب 2010 دیگه. ماشینه داره میگه پر رو اصل و بل کرده فر و چسبیده. آبجی اصل و فر و داخل و خارج همش خوشگله. خب این عروس خانوم ما کجاست؟ پری پدر پدر سلام. وقت 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 سلام پدر سوخته. بیا اینجا ببینم، خوشم ازت میاد که سلیقت به بابات رفته. بیا اینجا. خوبی عروس خانومه؟ ممنون. مبارک انشالله، انشالله عروسی بابات. عزت. آره آره بریم بریم، تلف کردن وقت اصلا جایی نیست. بریم پر روی دیگه. بریم بفرمایید. هیچ کسی حق نداره متفرق بشه. همین الان همتون سوار ماشینتون میشید، امشب مهمون من در من. خانمی چه شده؟ تنها تو خونه مونده جنی شده. میگم چه بابای باحالی داری شاد و مال. چه بگم عمه خانم؟ ولی گفته باشم از این به بعد حق نداری ایشونو هم به صدا بزنی. وا وا نداره آبجی، من اگه پری خانومو ندید بودم واقعا فکر میکردم ایشون عروسن. شما لطف داری. حالا عمه خانم شما بیاین با ما تو ماشین ما بریم. بله بله بفهمید، خواهش میکنم بفهمید. گل پسر داریم. نگو گندت بزنم پری، همه ای کارات اینجوریه. اون از 5 سال وقت تلف کردنت، اینم از کار درست کردنت. گند پشت گند. بابا صد رحمت به نورمن بیزو. برو بابا. وای سوریا،
سلام بزن احسن کن. ولی بابا کارت دارم. ای بابا آقا بزن. چیه؟ بدبخ شدیم رفت. درست حرف زنم چی شده؟ باتمانی مرد. آخه کی؟ چی داری میگی تو؟ گوش کن ببین چی میگم. باتمانی زنگ زده به مامانم. بفرما. مردش هم ولمون نمیکنه. هم از محلتون تحقیق کرده هم از محل کارت. خب هیچی دیگه. بدبختانه همه ازت تعریف کردن. ای وای اینا همش تقصیر شماستا؟ چرا؟ چرا؟ چون اگه شما من گفته بودی منم به در همسودا میسپردم به جای تعریف فش و دریوری بگن. هماهنگ نمیکنه خانم. تو اصلا تو باغ نیستی ها. اونا ماجرا رو جدی گرفتن. مای تو غیر از این میخواستی. سگ همچون بعدت هم نیومده ها. ای بابا ما موندیم به چه ساز شما برسیم؟ جوونو مردم اخفال کردین طلبکارم هستین؟ یه فکر اینجاشو نکرده بودم. چه میدونستم اینجوری میشه؟ یهو همه چی یهویی شد. با من فقط چیزامو میخواستم. ما ترک همون الانم بد نشد که هم اونا رو میگیری هم خدا دوستت داشت یه شوهر خوب گیر آوردی. یا شوخی کردم بابا. اومدیم ابروشو درست کنیم زدیم چشمش هم در آوردیم. حالا چرا انقدر سخت میگیری؟ پشیمونی؟ بله پشیمونم. چجوری حالا بهشون بگم؟ کاری نداره برو اصل قضیه رو بهشون بگو. روم نمیشه نمیتونم. آخه نه اینکه شما هم کم روی. نه خب میگم میخوای من برم بهشون بگم ها؟ بهترین راه. خوش به حاله. باشو بار لباس رو بپوش بریم بیرون ببینیم چه خاکی به سرمون میریزی. باشو کجا میخوای بری جوون مردم اول صبحی؟ ای بابا خب یه جایی میریم دیگه. پارکی سینما یه جایی بادم نیست. اتفاقا من تا حالا ناشتایی سینما نرفتم. بریم ببینیم چه جوریه. خیلی خوشمزه بود. خوشم میاد عین خیالت هم نیست. چرا بابا؟ میدونی چیه؟ تو موقع غذا خوردن فکرت به مشکلاته. اون موقعی هم که باید به مشکلات فکر کنی چی؟ مخت کار نمیکنه. چرا؟ چون گشنته. من هم بی خود بالبال نزن. ای بابا اما جون تخت سیاه اون برا؟ این هم بچه ها این گنگوششون بودن تو پیریزمه هاشون سیخ میره. بله عرض میکرد. ببین الان سه تا را بیشتر ببخشت. ممنون. راه دوم اینه که صادقانه بری همه چی رو بهشون بگی. نگران اون 3-4 میلیونی هم که قرار به من بدی نباش چون من نمیخوام. همین که اینو حساب کردی دستت درد نکنه. راه سومم اینه که بی خیال وجدان بشی و بازی رو ادامه بدی تا ماترک رو بگیری. خب راه چهارم چیه؟ اون دیگه ولش کن دیگه چون هم اذیت میشی هم گرفتار میشی. بگو دیگه. اینکه خودتو بدبخت کنی یا یه عمر زن من بشی. به همین سادگی؟ خب من تو رو چه میشناسم؟ به باتمانی الان تهشو در برده. بعد من اینجوری کار نکنم. یک بچه بالیم تازه یه ما هم وقت داری که 26 روز. بفرما خدا پدرتو بیامرزه. همینم تلف کنی اینم پیدا نمیکنی. پس بهتره تا آخر عمرم مجرد بمونم. بخاطر همین اخلاق بدت که زال شوهر نکردی دیگه. همه چی عالی ها الا این اخلاقت. مثلا چیم خوبه؟ خیلی چیزاتون. خانوادتون، پولتون، محلتون، کلاستون، ماشیناتون دیگه. آپارتمان خود کجاست؟ قیتریه بالا؟ ولی کوچیکه دیگه. 350 متر؟ بفرما میگم همه چیزتون خوبه میگینه. خب خودم چی؟ خب خودتو که الان نمیتونم میگم. صبح خواب بیدار شدی باید دید. شوخی کردم نبا. خودتم خوبی ولی الان دقت میکنم. آره ولی دماغت عمل کرد درسته؟ نه. بگو به جون مادرم؟ بابا به جون مامانم. چرا زشته؟ نه خیلی خوشگله. من فکر میکنم عملیاست اینجی. خب تو خودت چرا تا حالا ازدواج نکردی؟ والا ما 10 ساله داریم تلاش میکنیم ولی همش تلاش مزبانه بوده. واقعا؟ خواستگاری هم رفتی؟ 43 بار اونم با اقتدار. 43 بار؟ چیه؟ هیچی. آخه پسرا وقتی میرن خواستگاری میگن تو عشق اول و آخر منی. چه هر تو پرت میگم. اون وقت تازه بعد از یه ماه که میبینیشون میبینی تازه ازدواج هم کردن. همینه دیگه. باشو
پاشو بریم. سیر شدی؟ آره، تو چی؟ نه بابا، ما دو روزه که از خواب و خوراک افتادیم. دیشب نخوابیدی؟ نه، مگه فکر خیال میذاری ما بخوابیم؟ یعنی اصلا نخوابیدی؟ اصلا که نه، مثلا آخه فکر خیال نیم ساعت بیشترش دیگه بقیهش بی خوده، جواب نمیده. وقت به چی فکر میکردی؟ به تو. بگو دیگه. داشتم به این فکر میکردم این همه مال و اموال بی زبون سر فسفس کردن تو داره به باد میره. دقت کردی؟ پاشو بریم، پاشو. مون دیگه. پاشو دیگه، سیر شدی. باره. آخی. یه دست تو دم دروشی من اومدم اینجا، برام. زنی تانیم کنی؟ اینجا. ببخش پدر جانم. سلام، منم پری. سلام، خوبی؟ آره، بیدارت کردم. اتفاقا داشتم یه خواب بدی میدیدم، خوب کار کردی بیدارم کردی. بختک؟ با یه چیز بدتر. خب چی میدیدی؟ حالا ولش کن دیگه. بگو دیگه جون من. ایو قسم نداری بابا، داشتم خواب تو رو میدیدم. خوب شد؟ خواب منو؟ یعنی چی؟ هیچ با طبق معمول داشتی غور میزدی، منم کفری شدم زر. ساعت چنده الان؟ زرب چی؟ ها؟ گفتم زرب چی؟ زربی از خواب پریدم دیگه. تعارف نکن، بگو زربی زدم تو گوشت. حالا فرض کن زده باشم، تو بیداری کم مونده با کامیون رو مرد چی؟ حالا ما تو خوابمونم حق نداریم، زب تلافی کنیم کوچولو. خیلی خوب باشه، من مزاحمت نمیشم، برو خدافظ. الو الو سرت کنم، ولی خاک تو سرت کنم که عوضه یه دروغ گفتم. در بست. سلام. اصلا معلوم است تو کجایی؟ علیکه سلام، علیکه سلام. خب اون وقت چی شده ما رو کشوندی تا اینجا؟ هیچی. بازم خدا رو شکر هیچی نشده اینجوری. من فکر کنم اتفاق بدی افتاده آخه. دیگه بدتر از این که باتمانی زده زیر همه چیز، قبول نمی کنه. منو؟ نه خیر، متاسفانه تنها چیزی که قبول داره تویی. آدم فهمیده ای ها. خب از جریان چیه؟ چه میدونم، میگه همه چیز یه هفته بعد عروسی به نامت میشه. به نام تو میشه یا یه چیزایی هم به شوهرت میرسه؟ ای بابا ول کن تو هم. نه جدی. برای چی گذاشتی اونجا کمه؟ نه پانچر خودتو گرفتی؟ میدونی؟ دلم این میسوزی که نفهمید این کار رو واسه پول نکردم خانم. پس برای چی این کارو کردی؟ برای ثوابش؟ نه، فقط خواستم کارت را بیفته. ببینم اصلا چرا اینقدر از عالم آدم تو طلبکاری؟ ها؟ به چیت میرازی؟ به اخلاق خوشت یا به پول آپارتمان و این ماشینت؟ شاید هم چیزای دیگه داری نه؟ باست اصلا هنوز حرفا تموم نشده. تا حالا فقط تو حرف زدی، من گوش کردم، این دفعه رو تو گوش میکنی. الان دفعه آخر که هم دیگر ببینیم، فهمیدی؟ جواب سوال هم بعدا به خودت بگو، چون به درد زندگیت خیلی میخوره. چون زندگی فقط این چیزایی که تو داری نیست، چون هنوز تکدود آدمایی هستن که واسهشون چیزای دیگه مهمتره، مثل گذشت، مثل معرفت، مثل صداقت، مثل آدم بودن، مثل ولی آقای قرشونه، ولی با تو هم های بیا
اینم طرز صدا کردنته، انگار سر زمین داری رعیت تو صدای پا آهار برو بابا داقل باشه تو دم خونتون برسونمت. ولی با تو هم بابا چونه بس... ولی با تو هم نمیخوام سوارشم برو. چرا لج میکنی؟ آقا در بس میری؟ بشین تو کردم مهندس من سوار شو دیگه با این قیافه مکوش مرگ منو تیپ دوزارید نازم میکنی؟ تو چی میگی بابا؟ میگم یا برو سوار شو یا تا آخر عمرت زندگیت میشه مثل زندگی من. ببین من زمان جوانی از این کیسا خیلی داشتم. خیلی 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 بله بله اینقدر ناز و نوز کردم این شد زندگی من. تو نمیری اتفاقا منم ملکه انگلیس بودم یا اون سلام سرم کدم بزنم تو پارک و خیابون اینا. پس آقای ملکه الیزابت تا این خانم اعصاب ما رو نپخونده برو سوار شو دو تا چهارا پایین‌تر پیاده شو. این خانم محترم چرا به اعصاب شما داره؟ اعصاب بابا هی بوق هی بوق هی بوق 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 برو بابا قاطی تو. ولی لشکر بابا بلو دیگه تو هم حالا خوبه بکنی آرشیتکت نیست یه قد طولش میدی تو اول صبح بیا دیگه بابا اگه این رو فر داره آخه من آموندن پیدا کردن نشست این ساختمون های روبرو کار ماست. حالا چی شد یک خوب ذهنه خطور کرد؟ بیچو دیگه شیفت شبیه دوباره کاراشون انداختن گردن ما. راست میگی بیا اینا این دفتر مهندسی بیا بشیم. اوه چه وضعی ما خسته شدیم داره چاپ میشه در عقبمون ولی اگه دیگه ندیدمت خوشحال شدیم. چی میگی تو؟ بابا میل لگد میزنه محترمانه بیرون میکنن یه حرف میزنی بیار تو کارتو بکنی بیرون کنن این بیکاری ترس داره. بیکاری ترس نداره اتفاقا خیلی هم خوبه. بیپولی ترس داره. بیپولی واسه ما حکم زندان داره. زندان واسه چی؟ زندان دیگه مهریه مهریه زنم. ای تو طلاق گرفتی؟ الان دیگه طلاقی نیست اندل مطالبه ایه اندل مطالبه اندل استطاعه. منم استطاعه تا اندازه ماهی یه سکه است که خدا رو شکر اجا در میارم. فقط بعضی موقع سکه رو بالا پایین میکنن ما رو میارن تو اضافه کاری. بریم بکنیم داره بریم بکنیم تا دیر وقت بشه. بسه تو هم عقل کم ها؟ یعنی اونو گفتن 2000 سکه تو هم قبول کردی؟ نه بابا بچه شدی ها اولش 1158 بود تا تولد خانومم یومو من جب گرفتتم گفتم آقا بگوین 2000 تا. چرا؟ دیگه ما گفتیم یه خودی ما نشون داده باشیم اونم تو فامیلاشون یه سری بلند کرده باشه. آبا خب خرید خودت هم بوده دیگه اینجور میگی دیگه. به هر حال برام فرق نمیکنه چه 10 تا باشه چه 10000 تا. ما یه سکه که میشن نمیتونم بدم. خدا رو شکر 6 تاش هم شرافتمندانه پاس کردم. آره دیگه بعد میشه فوق 150 سال میره پی کارش دی چیزی نیست که من اجاره خونه داری میدی. ولی من کلا با این قضیه خیلی حال کردم. چطور؟ این مادر خانوم با این باجن آقای من هر وقت شاخ میشن و این 2000 تا مهریه رو چوب میکنه میزنه تو دهنش میخند. بیا برو بیا برو تو دیوونه یه برو برو دو مالم یه درسته کن ما میخوری بابا گفتی خرم با که دارم مشورت میکنم. آره اینا ها بیا اینجا اینا باش تو برو برو تو من نخواسته دیگه. آره باباش این نخواسته یه بدوی نه. سلام نباید میومدی اینجا بابا محیط مردونه است خوبیت نداره دیگه. خب چه ایرادی داره ما که هنوز با هم محرمی. خب اینا که در جریان نیستن نهیدی نیشش تا اینجا باز بود شاد بود. خب حالا من چی کار کنم؟ هیچی برو در پایینی کارگاه واسه من اون تونله میام بالا برو. خیلی خب باشه برو دیگه. دارم میرم دیگه باشه. آره رفت. آره رفت. ناراحت شدی؟ ببخشید دیگه سلام. سلام این این چیه؟ گوشی موبایل دیدم دو روز گوشیت خاموشه گفتم خب شاید خراب شده باشه. چی شده؟ مامانت اینا سراغمو گرفتن؟ خب اونا هم پرسیدن ولی خودم هم نگرانت شده بودن بگه. تو نمیخوای چیزی بگی؟ چی بگم آخه؟
میگیم از این ور برو، میگی بده. از اون ور برو، اخه. میگیم بمون، میگی نمیتونم. میگیم پس برو، میگی به تو چه. خودت اومدی سراغم. ولی این کارو بکن، چشم. نکن، چشم. ولی بمین، چشم. دیگه ما موندیم به چه ساز شما برسی؟ نه تو راست میگی. نه شما راست میگی. الان ببین من چی رو راست میگم؟ هیچی. چیزه یه حرفایی میزدی راجع به آدمایی که براشون صداقت و اینجور چیزا مهمه. خب هیچی دیگه، میخواستم ببینم تو هم اینجوری، یعنی مثل اونا فکر میکنی؟ بچه شدی؟ اینجور آدم ها بعد یه مدت یا گشنگی میمیرن یا به خاطر قرض و قوله میفتن گوشه زندون. ولی به هر حال این گوشی رو نمیتونم قبول کنم. چرا؟ چون خودم گوشی دارم دیگه، این ساعت کار میکنه. گوش ببینمش. دیدی که هم بابا هم بدبختی به خاطر این گوشیه دیگه. اوه دیگه کار نمیکنه. برای خدا کنه سیم کارتش کار کنه. نگران نباش، تو به لباسات عوض بکنی من میرم سیم کارتش رو میارم. بدو بس بی زحمت بنده تو همین دیگه. چشم. آقا ولی فیلمش خوب بود؟ آره آره خیلی فیلم پرمغز و پرمعنی بود. تو که بیهوش شده بودی. آره خب بعدی این فیلم های معناگره همینه دیگه، یعنی فیلم هایی که خیلی انسانیه همین، چون هیجان ندارم چرتش میگیره. بریم بسه دیگه. ولی واقعا زحمت کشیده بودن ها. گیر دادی ها بابا، یه وقت نزنمش در دیوار. فدای سرت. فقط گواهی نامه داری که؟ آره میدونی من اوقات فرقاتم از بچگی پشت فرمون گذروندم اصلا. ریه باری کلا. حالا کجا بریم؟ بریم یه رستوران شیک نهار مهمون من. نه نه واسه بذار بهت بگم، نمیذارم دستور جیبت کنی ها. بابا زشته دیگه، مردی گفتن، زنی گفتن، شرمی و حیایی گفتن. بابا تو چقدر حساب کنی آخه؟ خیلی خوب پس مهمون تو. ولی خوشم میاد اصلا تعارفی نیستی ها. خب چیکار کنم؟ میدونی به چی فکر میکنم؟ دارم فکر میکنم اگه همون روز اول که موبایلم افتاد تو ماشین تو 30,000 تومان بود بی خیالش شده بودم و الان مثل بچه آدم داشتم زندگیمو میکردم. خیلی خوب، حالا خودتو لوس نکن، از خودت هم باشه را بیا. بیا خوب شد؟ همینه میخواستی؟ گفتم که فدای سرت. بابا خیلی نم گندشو در بردن و هر روز یه دنده جدید میذارن رو ماشین مردم. حالا این یکش چجوریه؟ یکش اینجوریه. خیلی عوض شده. او بسه چه خبره؟ خیلی خب، چون من خودم سوس دوستانم فکرم تو دوست داری. ای بابا ببینم تو هم بلدی غذا درست کنی یا فقط بلدی قور بزنی؟ لابد قرمه سبزی هم دوست داری نه؟ آفرین میمیرم براشا. بلدی؟ نه. فدای سرت، همین فلافل خودمونو عشق هست. اما خودمونو ببین، این غذا غذاست یا اون غذای رستوران شیک شما غذاست؟ غذای رستوران شیک ما غذاست. به هر حال غذا غذاست، قبول داری؟ آی نه انصافا خوشمزه است. خب میگم این خوشمزه تره، من برای پولش هم نمیگم ها. آخه شانس گند ما رو میبینی؟ یه بارم که ماشینی کلاس بالا سوار شدیم هیچ کی نیست تو این محل ما رو ببینه. این استیتاقی همشه اینجا آویزون بوده، اونم نیست. خوبه که محلتون دنجه. بله منطور تو این 30 سالی که خود عم گرفتم و این اولین باره که انقدر خلوته تو این ساعت. ولی خونتون باصفاست. راستی بابا چی گفت؟ خب خوششون اومده از شما. خانواده تو چی؟ اونا نه، از تو خوششون نیومده. خب اون طبیعیه. شوخی کردم. میدونم بابا، تو این 30 سالی که خود عمر گرفتم و تا حالا هیچ که من بعدش نیومده. واقعا؟ بابا البته شما رو هنوز نمیدونم. خب کاری نداری؟ نه خدافظ. وقتی رسیدی خونه یه زنگ بهم بزن. برای چی؟
میخوام خیالم راحت شه سالم رسیده خونه. سیتوقی چیه آی سیندرلا؟ لنگ کفش تو جا گذاشتی تو کالسکش؟ عمری ازت گذشته، هم بازی بابام بودی ها، ولی هنوز نمیفهمی تایتانیک اسم پسره بود یا دختره؟ نه نمیفهمم. قشنگ معلومه دیگه. ولی اینو میفهمم، تو هم اونقدرم که من فکر میکردم ببو گلابی نیستی، گلابی خود تو زدی به اون را. خونهشون کجاست؟ خونه مامانش یا خودش؟ خودش هم خونه داره؟ آره دیگه، قیتریه 350 متر. چشت درات 350 متر پشت بوم جون میده واسه حیوان هوا کردن. اون خجالتم به خاطر اینکه فکر میکنم دارم سر مادرت کلا میذارم. نه بابا، شام که خجالت نداره. اصلا میدونی من برای قرمه سبزی حاضرم تا اون سر دنیا هم بیام. باشه بزرگیتو میرسون. پری آقا جون سلام میرسونه. اتفاقا آقا جونم خیلی سلام میرسونه. باشه بهش میگم. قربانت، خداحافظ. سلام میرسونه. مادر پری فردا شما منو دعوت کرده. پری هم گفت به شما بگم که شما هم بیایید. بازیتون داره خیلی پرخرج میشه. بازی؟ چه بازی؟ همین زن شوهر بازیتون. یعنی چی؟ برو بچه برو، منو رنگ نکن. تو فکر میکنی منم مثل تو خرم؟ دور از جون. مثل که یادت رفته. چیو؟ این که من تو رو بزرگ کردم. نگو این حرفا، من نوکرتم آقا جون. دستتو برده آقا جون، زهر بار بدم میاد ازت. فکر میکنی من نمیدونم شما دو دارین فیلم بازی میکنی؟ این که واسه چی این کار داری میکنی؟ شما از کجا فهمیدی؟ پسر من خودم اند جاسوس بازیم. شنود گذاشتم تو موبایلت. چه؟ میخوای بگم چقدر قراره بابت این بازی پول جا به جا بشه؟ یعنی؟ شما قضیه 4 میلیون رو میدونید؟ چی؟ تو 4 میلیون پول بیزبونه دادی رفت؟ من ندم. ندادی؟ دادی؟ ندادم. من پوستتو میکنم. من ندادم. من ندادم. چیه؟ اینو تن ماده سفید کنی جوجه شازده میده. آقا جان واسه برای توضیح میدم. برو هر موقع 4 میلیون رو آوردی. آقا جانه. آقا چی کار میکنید اینجا؟ این سگ و گربه همش میبرید به جون هم. ما داریم کاسبی میکنیم ها. پول و کفتر رو همه رو برداشتن. دیگه چیزه؟ برو شد. حالا سقف تونل ریخته بود روی ریل، قطارم با شتاب میومد سمت ما. سوراخ کجا بود؟ رو دیوار. آقا آب همینجوری میومد، گفتیم چیکار کنیم؟ چیکار نکنیم؟ انگشت کردیم تو سوراخ. پتروس. آفرین. حالا اون اصلا ما رو ندیده بودن، مسافرا اصلا راننده هیچ کدوم ما ندیده بودن. من آقا لباس مادر بردم، آتیش زدم، گفتم من اینجا که سنگا رو ببینن. دفاع فداکار. آفرین. خلاص این شد قشنگ 30 سانتی من نگه داشت. دیگه همه مسافرا اومدن تشکر و این حرفا دیگه. من وقت گورگه تو نخورد. چرا؟ اتفاقا اومد گفت بخورمت یا بخوشمت. گفتم بخوش. من نمیدونم شما یا خیلی چرب زبونی یا خیلی ساده. نه مامان جون، واقعا ساده است. نه بابا، فکر میکنم این بار جدی جدی علف به دهن بزبز قندی شیرین اومده. چند وقته با هم آشنا شدین؟ چون من هر موقع از این خانوم میپرسم تفره میره. چیزه میدونین؟ چجوری بگم؟ خب راستشو بگو دیگه، چون با دروغ و دلن که نمیشه زندگی مشترک رو شروع کرد. مادر، ما خیلی وقت نیست با هم آشنا شدیم. چجوری با هم آشنا شدیم؟ والا ماجرا با یه تصادف ساده شروع شد. یعنی اولی شما رو زیر گرفتن، بعد دیدش که نمردم، با قفل فرمون افتاد دنبالمون که کارو یه سره کنه. منم بچه تیز در رفتم. البته بماند این وسط کلی بد و بیران بارم کرد، درسته؟ خب از خواستگاریت بگو آقا ولی، چجوری ازش خواستگاری کردی؟ من خواستگاری نکردم ازش. پس پسرمون هنوز روش نشده. نه بابا، اتفاقا من تو خواستگاری ید طولایی دارم و در جریانه. یعنی شما دوتا هنوز به شکل جدی تصمیم به ازدواج نگرفتین؟ ها؟ با شما ها؟ راستش من حرفی ندارم، پری خانم هنوز فکرشو نکرده، درسته؟
آره پری؟ چیز من ببخشید. خجالت میکشه دیگه. آخه خجالت میکشه؟ نه آخه یه به خاطر خودم گفتم که راحت شدم، یعنی حرفمو زدم دیگه. حالا اینجا بعد دیگه مشکلمونه. یا الله مرد داره میاد. یا الله یه تو بشین بشین بلا نشی. بیا اینجوری که تو فس فس پیش میری این 14-15 روزم تلف میکنی میلا خانم. خب چی کار کنم؟ هیچی، یا از خیر پولت بگذر یا شوهر کن. زیادم حساسیت به خرج ندا. اصلا به نظر من اولین پسر خوبی که اومد خواست کنید باش ازدواج کن. اون تو شرط داره، شرطش اینه که مثل من آقا باشه. ببخش فیسنی؟ تو خواستگاریت واقعا جدی بود؟ نه 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 که نه، یعنی خب خود وکیلی یه جورایی بود. اگه تو جای من بودی این کارو میکردی؟ نه، یعنی من اگه جای تو بودم و حاضر میشدم تو دهن اجدها برم از تو گوشش بیام بیرون، ولی به همچین پسری شوهر نکنم. خدا وکیلی راست میگی؟ نه. تو اصلا میفهمی چی داری میگی؟ نه نمیدونم، فقط میدونم تلاش خودم رو کردم دیگه، فردا مشغول زنبه خودم نمیشم. آخه تو منو چه میشناسی؟ ساده یا؟ تو این 3 روزی که موبایلم خاموش بود ها، از اینجا تا نیاورون، اینور تا دزاشیب، اینور تا دورایی قلهک، اینورم تا اقدسیه، قشنگ تحقیق میکردم راجع به تو. عجب آدم. سمت؟ نه. مارمولک؟ نه بابا. کنه موزی؟ پررو؟ حالا پرروییم دیگه. میدونی چیه؟ واقعیتش اینه که من اصلا به زندگی مشترک با تو فکر نکردم. ببین به نظر من مهم اینه که دو نفر همون اول از هم خوششون بیاد، به قول خانم دکتر کمیکالشون به هم بخوره، بقیهش دیگه اخلاق و تحقیق و ایناست دیگه. تو این چیزا هم که یه شناختی اصلا پیدا کردیم دیگه، فقط میمونه جواب تو که اونم یه کلم است، آره یا نه. به هر کدومش رسیدی نترس، اعلام کن، فقط به شرط اینکه از ته دلت بهش برسی. یا بس سلام. فقط پری خانم خواهشن تا فردا شب خوب فکراتو بکن، من جواب میخوام. مایش هم یه تلفن و یه کلم است، آره یا نه. بهت قول میدم جوابتم اگه نه باشه، که ایشالله نیست، دیگه مزاحمت نمیشم. ما رفتیم. یادت نره فقط تا فردا شب، من پلک رو هم نمیذارم تا جواب تو بشنوم. خدافظ. برم یا برم؟ پس یادت نره فقط تا فردا شب، من پلک رو هم نمیذارم تا جواب تو بشنوم. الو جانم. سلام. شما؟ بابا پریم. گوشی 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 گوشی. الو چطور؟ خوبی؟ چه خبر؟ سلامتی. خب سلامتی حالا ولش کن، مهم نیست. چی شد فکراتو کردی؟ خب ببین من کل دیشب و امروز رو فکر کردم. منم کل دیشب و امروز اصلا نتونستم پیک رو هم بذارم، همش بیدار بودم.
ولی امیدوارم منو ببخشی. قول میدی ناراحت نشی؟ آره. واقعیت اینه که جواب من نه. الو الو شنیدی چی گفتم؟ آره آره. منو ببخش. باشه باشه. خدافظ. توفت و بخت و اقبالت کنم ولی بله. الو ولی چی شد؟ سکته کردی؟ تقریبا نه بابا، اصلا خوابم میاد، میخوام برم بخوام. کاری نداری؟ خر شوخی کردم. باش باش تو شوخی کنم. چی شوخی کردی؟ جوابمو بگو. به جون ولی؟ ای به جون ولی. یعنی پس جواب تو بله است؟ بله. جانم جان! آقا جون دوباره شدم. خیلی وقت دوباره شدی بوده. فامیله عروس خانم قم به حسابم. خیلی خوب، شما حالا یه دقیقه قم به حساب. به افتخار ولی و پری جان. پدر داماد رو ببین چه خوشتیب شدی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوشیزه محترم سرکار خانم پری رویایی، آیا به بنده وکالت میدهید شما را به عقد دائم آقای ولی قرلوچه در بیاورم؟ قرچوله. بله، شما را به عقد دائم آقای ولی قرچوله در بیاورم. عروس رفته گل بچینه. چرا جف سازی میکنین؟ عروس اینجا نشستا. آقا شما در بیارید، عقد دائم هم در بیارید. عروس خانم شما این؟ نه ولی خب من عروس خانم خیلی خوب میشناسم. ایشون نه اینکه تو کاراش فس میکنه. اگه به امید ایشون بشینیم ما همه اینجا دو روزی گیر هستیم. پس اگه اجازه بدین به کارمون ادامه بدیم. چشم. سرکار خانم پری رویایی، برای بار دوم سوال میکنم، آیا به بنده وکالت میدهید شما را در قبال مهریه مشخص به عقد دائم آقای ولی قرچوله در بیاورم؟ بله رو میگی یا من بگم؟ دست نگه دارید حاج آقا. چرا؟ اصلا چیه؟ وصیت‌نامه آخر بابا. خب چی دیگه بخون؟ طبق این وصیت‌نامه چیزام ما ترکم. آره همون، چه شوهر بکنم چه نکنم به من میرسه. حالا من ماترک اصلا این کجا آمدی؟ این پیش آقای باتمانی بود، قرار بود که روز عروسی پری به دستش برسه. یعنی چی؟ یعنی اینکه پدر پری تو وصیت‌نامه قبلیش تمام تلاشش این بود که پری قبل از 30 سالگی ازدواج بکنه، اما تو این وصیت‌نامه بعدی میخواد یه جوری به پری بفهمونه که باید با تمام دلش همسرش انتخاب بکنه. مگه حالا من به اجبار؟ یعنی چی؟ یعنی کشک. عمه داره جا میزنه. پس بالاخره مخش به کار افتاد. بابا شما هم که این خیالتون نی، باید بیم دورش کنیم بعد رو بگیریم آقاشون دیگه. آقای دیوید فینچر، بالاخره رسیدیم به تای بازی. عروس خانم، التفات بفرمایید، برای بار سوم سوال میکنم، آیا به بنده وکالت میدهید شما رو به عقد دائم این آقا شادامادی که رفتن اونجا وایستادن در بیاورن؟ عمه عزت بده بهش بریم. Huh?
بده بهش بره. به کی؟ بابا بده اینو سیل نفسی ولی بره دیگه. عروس خانم، برای بار آخر سوال میکنم، بنده وکیلم؟ الله آخرش نه وکیله. بله دست شما در نکنه، خیلی لطف داره. مبارک باشه. این خیلی ممنون. سب کن ببینم. بله. شما واقعا عاقد هستین؟ یعنی بهم میاد که مادر بزرگ عروس باشه؟ مزه نپرون، کارشناسایی تو بده با دروغ در بیار. بده من. بفرمایید. شما واقعا عاقد هستین. بفهم بگید دست دو دارم. مبارک ایشالله. خیلی ممنون. مبارک ایشالله. به کی؟ بابا بده اینو آقا تشریف ببرن. بفرمایید من شما رو راهنمایی میکنم. بفرمایید. با اجازه شما. خدا. بر بپری که تو اصلا دست از شوخی بر نمیداری. شوخی شوخی رفت. ای تو میخوای به من بگی با این سنت هنوز نمیدونی زندگی یه شوخی بزرگه؟ تنها میمونم اینجوری. تو میتونی تنها نمونی؟ میشه؟ خجالت نمی کشی ناصلوتی دامادی. برو بدیم نه برو زنت کارت داره. برو اینجا ما نتزار امه عروس بگو. امه عروس کف کف بکن. ای بابا بدون من دیگه. دوست دارم اون کف خوشکله رو که تا الان نزدین بزنید به افتخار امه عروس. جانم پری خانم امر. ولی جان یکم خودو کنترل کن بابا زشته. بیش از اندازه خوشحالم؟ بله خیلی. خب بابا عروسی دیگه بعد از 30 سال یه زن گرفت و اونم پری رویایی. تو هم اینجوری وانست برو تو زنونه شادی کن دیگه. برو برو بگرد. بابا بیرمان از حکم رواتی هم باشه نوبت صرف شامه. نه واسه کجا شام واسه هنوم دوستان آقای سیدوخی.